رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم آقای دکتر. من میخواستم در مورد بلاتکلیفی شغلی و وسواس و بدبینی با اتون صحبت کنم. من 32 سالمه، از یک خانواده 7 نفره، نفر فرزند دومم. یه برادری از خودم بزرگتر دارم و 4 تا خواهری. من میخواستم راستیتش، یعنی مدتیه که خیلی انتخاب شغل برای من یه موضوع خیلی سرماور و اذیت کننده ای شده، چون که من از بچگی میشه گفت که از خیلی علاقه به بازیگری و هنر رو میدونم شما تقریبا چیه. واقعا چی نیست، همه داره شما همه میخوان بازیگر و هنرمند و نمیدونم حتی پلیس و مامور آتش شو، این چیزایی که لباس داره زرق و برق داره تو تلویزیون، ولی اینا که نشانه چیزی نیست عزیز، خیلی هم عادی است. نه خوبه نه بده. من خب یه جورایی میشه گفت که خب من درسشو خوندم، یعنی کارگردانی خوندم، تدوین خوندم، چه میدونم از دوره دبیرستانم تئاتر کار میکردم و از جشنواره‌های بین المللی جایزه گرفتم و خیلی خوب کار کردم، حتی تلویزیون هم کارهای منو پخش کردن. اما متاسفانه شرایط اینجا ایران یه جوریه که حالا به قول معروف هم پول میخواد، پارتی میخواد، آشنا باید داشته باشی و بعد چیزهای دیگه. من متاسفانه تو ذوقم میزد، یعنی سر کار میرفتم یکی از عمدهترین مسائل من این بود که متاسفانه صمیمیت با بیمرزی یکی میکردن، یعنی نمیدونستن چجوری باید با یک خانوم چطوری برخورد کنن. خلاصه من یه تایم افسرده شدم، کشیدم بیرون از این کار و شرایط خانواده هم جوری بودش که من خانواده رو باید تامین میکردم، یعنی یه جوری هم باید دانشگاهمو میرفتم، خانواده رو تامین میکردم، باید هدفم که نه نفهمم خانواده رو برای چی. شما خانواده 7 نفره به شما چه مربوطه؟ خب آی دکتر، من نمیدونم، یه جوری از بچگی خب شاید به خاطر رفتارهایی بود که پدر مادر میکردن، یعنی مامان من از بچگی من به چراییش کاری من... نه صبر کنین عزیز جان. علیت رو و یا چرایی رو با واقعیت شما نکنید. شما یه دختری هستید 22 سال تو 25 سال تو 27 سال تو چه فکر کنید مسئول 7 نفر از خانواده اید؟ خب من واقعا خواهرامو دوست دارم و دوست نداشتم تو شرایط بد بزرگ بشن، اتفاقاتی که برای من افتاده برای اونها هم بیفته. من باورتون نمیشه که من خب خانواده شهرستان زندگی میکردن، من اومدم تهران، اون هم با چه شرایط سختی، یعنی جوری من بزرگ شدم که تنها نمیتونستم تا دم کوچه برم، بعد یعنی من میرفتم دم کوچه دمپایی جلوتر از خودم میومد، بعد 2-3 ماه یک بار به همراه مامانم، اون هم برای اینکه کمکش کنم مواد غذایی و چیزی که میخرید واسه خونه کمکش کنم ببرم خونه. من با یک سطح وسواس و بدبینی خیلی خیلی زیادی بزرگ شدم، یعنی من میخواستم برم مدرسه، مواقعی که پدر منو نمیبرد اکثر مواقع پدر میبرد، یعنی انگشت شمار بود من پیاده برم، مامانم میگفتش که بکن که من پشت سرتم، مثلا فکر نکن که تو همینجوری داری میری. حالا بذارم یه سوالی بکنم، شما در یه چنین جو و محیط خانوادگی و برداشت و دریافت قرار میخواستید برید هنرپیشه و کارگردان بشید؟ نمیدونم، شاید به خاطر اینه که از آقای هولاکوی عزیز، شاید به خاطر اینه که من داشتم رویاهامو صفر چسبیده بودم و میخواستم برم و الان من مثلا حرفی ندارم عزیز، اعتراضی ندارم. آخه ببینید عزیز، داستان رویاها یا باید ارتباطی با واقعیت هم داشته باشه یا شدنی باشه. درست. شما یه من میفرمایید در یه خانواده مرفه و آزادی بود که زمین علاقمند به هنر بودند و اهل تئاتر و سینما و موسیقی و اینها و ما این ور اون ور میرفتیم و من از چیزهای مختلف باخبر بودم و بحث و گفتگو بود، رفت و آمد تو خونه ما بود، حرفا بود. بله، ولی اینکه من یه دختری جدا از بقیه اعضای خانواده به قول خودتون با وسواس و بدبینی و گرایش هایی از این قبیل در یه جامعه مرد سالار ایرانی بخوام برم توی یه کاری که بدرخشم، نه اینکه بگم عیب و ایراد داره خیالش و فکرش، ولی وقتی به واقعیت میرسی من باید بدونم خب اینجا احتمالا جای من نیست و یا احتمالا کاری که میخوام بکنم توش آنچنان موفقیت و توفیقی پیدا نمی کنم، 10 برابر دیگران کار میکنم، 1/10 پاداش نمیگیرم.
من میخوام یه ذره واقع بینی شما رو ببینم، چون ببینید گزارش های شما یه کمی تنده و بنابراین من هنوز نتونستم یه تصویر و تصوری از شما داشته باشم. علت هم که متوقفتون کردم برای همینه. من توی فرض کنید مثلا توی خانواده مذهبی باشم، بارم موسیقی کار کنم، واقع من باید بدونم همه چیزا علیه منه. شما رفتی دنبال این کار، بعدم خب معلومه یه توانایی های مهارت های استعداد و قابلیت های دارید که تونستید در یه زمین های خوش بدرخشید، اونم متوجهم و ستایش میکنم، ولی میخوام ارتباطش رو ببینم در ذهنتون. و بعد چیزی که منو ضربه زد که گفتم شما توضیح دادید که من بلایی که سر من اومده سر خواهر رو نیومده باشه، خب این که از طریق کار کردن و پول دادن به اونا فراهم نمیشد، میشد؟ نه نمیشد، ولی خب خوشبختانه یا متاسفانه من میشه گفت 13، من از 17 سالگی شروع به کار کردم یعنی توی این حرفه، از پشت صحنه گرفته تا آروم آروم اومدم جلوی دوربین. بعد آروم آروم خواهرام خب خیلی کوچکتر از من بودن، با حالا خرید پوچاکو چه میدونم وسایل خونه و این چیزها تا بزرگ شدن من تأمین کردم، الان سر پای خودشونن. اما من انگار یه چیزی رو از دست دادم، یعنی تایمی که باید برای اون کار میذاشتم. و الان بحثم یعنی سوال اصلی اینه که من فهمیدم که این کار، یعنی من یک سالی میشه که با نامزدم آشنا شدم، از یک سال پیش تا الان ایشون خیلی روانشناسی میدونن، خیلی خیلی خوب مسلطن به این رشته، به این حرفه، و خیلی تونستن از مسائل من حل کنن. و توی این یک سال من تماما داشتم شناخت درمانی میکردم و جلو میومدم. من باورتون نمیشه دکتر، من از دریا، از هواپیما، از چه میدونم باد، از هر چیزی که فکر میکنین میترسیدم و من امنیت جانی نداشتم توی خونه، توی ذهن خودم. تمام اینها داشت منو از پا در می آورد، حتی به خودکشی فکر می کردم. و توی این یک سال تماما هیپنوتراپی می کردم، تماما به فایل های صوتی شما گوش می کردم و خیلی خدا رو شکر خیلی 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 خوبم، من خیلی خوبم خدا رو شکر. و الان حالا به من بگید که این دوست شما چند سالشونه؟ ایشون 35 سالشونه. چی رشته تحصیلی شغل و کارشون چی؟ مدیریت فرهنگی خوندن. اوکی بسیار خوب. فرزند چندم خانواده هستن؟ فرزند آخرم. از چند تا؟ از 5 تا. و ایشون توی این مد... البته اگه اجازه دارم صحبت کنم، اگه حتما زنده باشید. و ایشون توی این مدت واقعا کمکم کردن و من فکر میکنم الان خیلی برگشتم به اون آدمی که قبلا پر از انرژی و نشاط و من خیلی دختر خوشحالی بودم و در حال حاضر هم هستم بعد از گذروندن این یک سالی که داشتم روی خودم کار میکردم. الان من فکر میکنم یه چیزی کمه، اون هم شغلی نه بذار اول یه چیزی رو من متوجه بشم. شما یه اشاره کردید به اینکه یه دورانی به هر حال حالت پایین و افسردگی اینا رو پیدا کردید. من درست یادم مونده؟ درست. چرا من فکر نکنم؟ نه شما من نگفتید زمینه افسردگی اینا رو هم پیدا کردید به خاطر مشکلات و مسائلی که بود. من چرا فکر نکنم شما دو قطبی هستید؟ مثلا کنید این دوستتونی چرا به شما گفتن راجع به دو قطبی؟ برای که زمینه شما ببینید از یه طرف شما یه زمینه هیجانی نمایشی رو نشون میدید که به کار کنم مرتب، از جانب دیگه ذره حالت از نوع حرف زدنتون زمینه های خفیف منیک یا شیدایی و سرخوشی، از طرف دیگه خودتون مدعی هستید که دختر شاد و چنین و چنانی بودید و میخواستید خانواده رو اداره کنید، و از طرف دیگه صحبت درباره یه دوره به حال حالا کوتاه یا بلند نمیدونم شاید حرف یک سال زدید افسردگی داشتید. من صرف نظر از اینکه بخوام به جنبه بیرونی قضایا و اجتماعی و کار و شغلتون برسم و یا اینکه میفرمایید با این دوستتون کار کردید، چرا به اینجا نرسم که زمینهای خفیف منیک دیپرشن رو دارید؟ آیا هیچ وقت راجع به این موضوع با هم حرف زدید؟ هیچ کاری کردید؟ هیچ دربارش میدونید؟ نظرتون چیه؟ ببخشید من درست این آخرش رو من درست نشدم. ببینید عزیز بذارید من به شما این چیز، آخه شما اطلاعاتی که من دادید، ببینید ما یه بیماری داریم که بهش بگیم منیک دیپرشن،
یعنی دو قطبی، افسردگی شیدایی. من در یه دورانی خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، پر انرژیم، پر جنب و جوشم، دست به کارهایی میزنم، قبول خطر و ریسک میکنم، شادم، شنگولم، از این حرفا. بعد یه دورانی میرسه که اونقدر حال و حوصله ندارم، غمگینم، ناراحتم، منفیم، بی‌توجهم، بی‌اعتنام. به بیانی که من دارم این است که به جایی که در جاده زندگی باشم یا در قله ها هستم و برخی از اوقات در دره ها، و این حالت دوگانه تحت تاثیر عوامل خارجی ممکنه برانگیخته بشه، ولی خودش یه دوره خودش رو داره. بنابراین من یه مقدار حالت پایین و بالا رفتن رو از نظر حال درونی خودم دارم. و چون اشاره کردید که مدتی است با دوستتون قهر میکنید، پرسش من این بود که آیا شما هیچ وقت به این موضوع توجهی کردید؟ آیا درباره بود و نبودش و یا داشتنش با هم حرفی زدید یا نه؟ این موضوع دو قطبی بودن، این ور بالا و پایین بودن، در قله ها و در دره ها بودن، موضوعی نبوده که برای شما مطرح باشه؟ من راستش این حس و حال رو دارم، یعنی صحبت کردیم راجع به این مسئله، ولی یعنی خیلی شبیه به، چون من با روانشناسای خیلی زیادی توی تهران صحبت کردم، متاسفانه اون خیلی ارتباط نگرفتم. و نه، من اصلا سوالم اون نیست. نه یعنی هیچ کس به شما نگفت ممکنه شما دو قطبی باشید؟ داشتم میگفتم که من آره این حالت دو قطبی رو داشتم، ولی توی این یک سال هیچ اثری ازش نبود. یعنی من خیلی چیز نمیشم، خیلی که نه، واقعا نداشتم این حالت. خب اون معنایی نداره. نه ببینید عزیز، دو قطبی ممکنه بره 3 سال بعد، 5 سال بعد بیاد. برخی از آدمایی هستن که برای 10 سال، 15 سال افسردن یه دفعه بعد از یه مدتی اون حالت شیدایی یا سرخوشی پیدا میکنه. نه، اون ملاکش نیست. بنابراین وقتی من دارم علت اینکه الان مهمه ولی ازش میگذریم اینه که اگر اون باشه، هم در جهت انتخابتون هم در جهت کار و فعالیتتون نقشی داره. درست مثل که من، بفرمایید، من دارم یه جایی زندگی میکنم، برخی از ماها حقوقم 2 میلیونه، برخی از وقت 20 میلیون. 4 ماه من 2 میلیون میدم، بعد 3 ماه بعد 20 میلیون میدم، بعد اصلا نمیدونم 6 ماه بعدش باز برمیگردم رو 2 میلیون. خب شما در اینجا تصمیمی برای هزینه های زندگیتون و این نظمی نمیتونید بدید. بقیه مسائل تحت تاثیر این وضعیت قرار. روزی که من و شما از نظر روانی برخی از اوقات یه انرژی داریم که میتونیم 18 ساعت کار کنیم، یه زمان دیگه برای 6 ساعتش هم نداریم، خب اوضاع متفاوت خواهد بود. حالا چون گفتید در این باره کار کردید و با دوستتون هم صحبت کردید تا ایشون آشنایی آگاهی دارند و کمکتون کردن، مطرح کردم. حالا بیاد بریم سراغ این موضوع رو فراموش کنیم، فرض رو بر این میگیریم که شاید شما حالت منیک دیپرشن یا دو قطبی، افسردگی یا شیدایی و سرخوشی رو داشته باشید. حالا بریم سراغ موضوعی که به خاطر اون لطف کردید تلفن کردید. زنده باشین. من الان مشکلی که دارم اینه که نمیتونم مثلا هیچ، یعنی کاری رو نمیتونم انتخاب کنم. مثلا من خب علاقم به اون حرفه بود، الان تصمیم گرفتم که برم توی حیطه طراحی مد و اونو هم به این فکر میکنم خب بعدش، خب من الان این رشته رو ادامه دادم، شرایط خوب بود، بعد میگم خب نه مزوم بزنم، بعد میگم نه این نمیشه، برم یه کار دیگه. یعنی چه؟ آخه این ها که بر اساس ذهن و خیال نیست. من اگر یک مغازه باز کردم و خوب بود و سود داشت و درآمد داشت، هم کارم رو توسعه میدم و میدام. این نداشت، دیدم خراب و اوضاع و از بده درش رو میبندم برم کار دیگه. برای شما که نمیتونید بگید نه، صبر کنید. شما که نمیتونید بگید من الان این کار دیدم با مسائل و مشکلاتی همراه و نمیتونم و یا نمیشه. خب آدم وقتی نمیتونه و نمیشه بیاد کنار. نخواستن که نبوده، نتوانستم بوده، نه نشدم، خب میره کنار، در خونه قفل بسته است، چیکار کنیم؟ بعد میفرمایید اگر من برم تو کار دیگری که خودتون پیشنهاد کردید، طراحی، بعد از یه مدتی من این حرف یا اون حرف رو میزنم، و یه معنی نداری. من شما مهمش اینه که بعد از 3 سال یا 5 سال در کار طراحی اگر دارید پیش میرید، تو رشد میکنید، تو خوشحالید، تو درآمد دارید، ادامه میدید. ندارید، باید به فکر دیگری باشید. ولی از حالا که نمیشه راجبش حرف زد و پیش بینی کرد، مثل که من برگردم بگم من 2 کیلومتر دیگه سر یه پیچ بپیچم، باید بپیچم به راست. خب الان بپیچم به راست؟ من 2 کیلومتر دیگه باید بپیچم به راست؟ این از کجا در اومد؟
آخه آقای هولکوی عزیز، به خاطر اینه که من توی این مدت خیلی زیاد کار عوض کردم، یعنی هی رفتم خب این نشون دهنده خب این نشون دهنده خب دست صبر کنید. خب این نشون دهنده یک اولا اون پایین و بالا رفتنتونه. خب خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، فکر کنید از عهده کارا برمیاد، میرید جلو، بعد با سختیاش رو برمیشید میکشید عقب. یکی اینه. دوم، آدمی هستید که برخلاف اون ادعایی که در خصوص که خانواده رو میخواید نجات بدید، شما حاضر نیست قبول کنید که دنیا درد و رنج داره، دنیا یه قاعده و قانون داره. سوم، شما هدف رو به درستی انتخاب نمی کنید. وقتی هدف رو انتخاب کردید، قرار هست که استراتژی برای اون داشته باشید، یعنی نقشه و طرح و برنامه و با اینا آشنا باشید. مثل اینکه شما تصمیم میگیرید من میخوام 20 کیلو تا هفته آینده وزن کم کنم. همچین کاری از نظر طبیعی شدنی نیست. ولی اگر بگید 2 کیلو، میشه روش حساب کرد. بنابراین اگر شما اومدید گفتید من میخوام 10 کیلو کم کنم، خب معلومه بعدش به این نتیجه میرسید که نمیشه و باید به فکر دیگه بکنم. بنابراین این نشون دهنده میتونه این باشه که واقع بین نیستید، میتونه نشون دهنده این باشه که حاضر نیستید وقتی برنامه ای میریزید درد و رنج مربوط به اون رو از آغاز پیش بینی کنید تا انجام بدید، یا همین حالت منیک دیپرشن شماست. ببینید عزیز، من و شما الان داریم با هم گفتگو میکنیم، اگر شما یا من خواب باشیم چی میشه؟ یکی سوال میکنه، دیگری جواب نمیده. معناش اینه که ما جواب بلد نیستیم؟ معناش این است که ما نمیخوایم برنامه بزنیم؟ نه، یکی خوابه. شما هنوز با این مسئله نخواستید توجه کنید که اگر شما منیک دیپرشن داشته باشید، در حقیقت مثل اینه که باز مثال قبلیه که یه روزی شما 100 تومن دارید، یه روزی 10 تومن. و بنابراین خب معلومه روز 100 تومن و 10 تومنی براتون خیلی فرق میکنه. بنابراین حالا با توجه به اینکه میفرمایید با دوستتون هم صحبت کردی، یک سال هم دارید روش کار میکنید، من میخوام مطمئن باشم که برداشت و دریافتون درسته. ولی آدمی که شاخه به شاخه میپره، یکی از شما نگاه کنید به سی دی من درباره افسردگی که من یک دیپرشن توشه، یکی از مشخصاتش همین، من دائما دارم جابجا میشم، برای که وقتی اینجا هستم تصور من این است که این کار خوبه، لذت بسیار داره، پاداش بسیار داره، درد و رنج کم، واردش میشم میبینم درد و رنجش 5 برابره اون لذت، پاداش هم نداره. خب میام بیرون، میام سراغ یکی دیگه. در اینجا علت اصلی و اساسی اینه که من واقع بینانه، عاقلانه اوضاع رو ارزیابی نمی‌کنم. این درست مثل اینکه شما بگید من میخوام از تهران برم اصفهان و میدونم مثلا 400 کیلومتره، متوسط سرعت منم 80 کیلومتر، من 5 ساعت مثلا وقت میخوام. شما بگید من میخوام 1 ساعت برم، خب شدنی نیست. ای فکر کنید که بعد از 1 ساعت میرسید اصفهان، اگر از تهران راه بیفتید که بعد از 1 ساعت شما اصفهان نمیرسید. خب اگر قرار باشه فکر کنید اگر به 1 ساعت نشه پس من نمیرم، خب اصلا راه پشیمون میشید. علتش ارزیابی غیر واقع بینان است. بعدم الان پیش بینیتون اصلا عجیب و غریب بود. من از اولین بار این میشنوم کسی بگه من این کار رو متوجه شدم با مسائل و مشکلاتی همراهه، پس باید برم ازش کنار، میخوام برم دنبال یه کار دیگه، ولی میدونم بعد از مدتی که دنبال این کار رفتم چند سال بعد برمیگردم میگم حالا مزون بزنم که چی؟ یعنی که چی؟ اگه از نظر اقتصادی صرف میکنه، اگر این کار درستیه خب میذارم، نمیکنم بزنم که چی؟ یعنی چی؟ من قرار یه چیزی آخرش باشه، مگر اینکه شما دارید یه پیام من میدی، این چیزی نیست که من میخواستم باشم و بشم، بنابراین اگر توشم پیشرفت کنم و موفق بشم و خوب بشم ارزشی نداره. من که غیر از این چیزی از شما نشنیدم. یه ذره به من بگید مسئله کار برای شما با یه دقتی چیه؟ یعنی الان پرسشتون یا موضوعی که در مقابلتونه یا مسئلتون درباره انتخاب کار یا یه فعالیتی که منجر به کسب درآمدی بشه و آینده ای داشته باشه چیه؟ پرسش کجاست؟ مسئله کجاست؟ مشکل کجاست عزیز؟ خب آقای دکتر، من نمیخوام که یه خانم بیکار باشم توی خونه و دلم میخواد که یه حرفه ای رو ادامه بدم. من فکر میکنم که، یعنی مطمئنم که تواناییشو دارم. خب جان، خب چه کاری؟ و اینکه نمیدونم، یعنی واقعا این تنها چیزیه که توی این مدت خیلی داره آزارم میده. نمیدونم واقعا باید چیکار کنم. من همسرم ازم میپرسه که خب چرا الان اگه فکر میکنی که اذیتت میکنه فعلا بهش فکر نکن تا یه ذره دیگه، یکم دیگه مدت بگذره. خب تا عزیز من، برای انتخاب شغل و رشته که الان فعلا اذیت بشه، یعنی آخه نمیدونم واقعا چی باید انتخاب کنم، چون همش این مدت ممکنه نصب کنید. ممکنه من بگید کدام آدم 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله مطمئنه با چی کار کنه؟ خب آدم ها جا به جا میشن.
برجاست که حتی یه همش بحثی نگران، نگران همش نگران اینم که دل زده نشم، کارو ول یعنی نکنم، چی؟ چون من خیلی این اتفاقات برام پیش اومده. خب برای که شما گفتم اهل خب کار این کارو نیستید، ولش کن. برای که اهل کار نیستید، برای که نمیخواد کار بکنی، برای که ببینید عزیز، حالا میرسه به اینکه حاضر نیستید رنج کار رو ببرید. موضوع اینجاست، و یعنی چی دل زده برای چی بشید؟ اولا ما قرار نیست شوقی برای انجام کار داشته باشید. ما عزیز من، ما به این دنیا آمدیم، با این واقعیت روبرو شدیم که نیازهایی داریم، احتیاجاتی داریم که اگر اینا رو برآورده نکنیم میمیریم، درد میکشیم، رنج میبریم و میمیریم. پس راه افتادیم، گفتیم بریم پس تولید کنیم. بعد از این مدت متوجه شدیم نه، میشه یه دانشی آموخت، کار تولید رو ساده تر کرد، تولید رو بیشتر کرد، راحتی بیشتری داشت. آمدیم درس خوندیم. بعد الان شما اعلان کنید همه آدما همه نیازهاشون برآورده میشه. من نمیخوام عددی بگم یه ده مخالفت کنن. من از اون کسایی هستم که نه درس میخونم نه کار میکنم، تا اون شورا مثل هوا. فرض کنید همون نیازی که من و شما به هوا داریم، هر نیاز دیگه ای هم که داشتیم به همین اندازه به اندازه وفور وجود داشت، چون ضروری ترین کالای جهان هواست، ولی چون به اندازه کافی وجود داره ما مشکلی نداریم. خب اگر سر همه چیز دیگه، لباس بود، خونه بود، ماشین بود، نمیدونم راحتی بود، تفریح بود، سفر بود، همه چیز به اندازه هوا وجود داشت، هیچکس درس میخوند؟ نه. هیچکس کار میکرد؟ نه. همه راحت میچریدیم. ولی همچین دنیایی نیست عزیز. یه دنیاییست که آمده به من میگه تو باید یه چیزی رو بخونی که فایده داشته باشه. تو نمیتونی بیای انگلیسی بخونی بیای امریکا. امریکایی که احتیاج به انگلیسی تو نداره. یه بچه 10-12 ساله ایرانی از 99% ما که 30 سال انگلیسی خوندیم انگلیسیش بهتر. خب این امتیاز اوست. پس من تو امریکا کار ندارم. تو ایران خب بله من میتونم زبان درس بدم، ولی تو امریکا نه. یعنی ببینید عزیز، یه مقدار واقعیت هاییست که اونا رو باید به حساب آورد. اصلا نمیخوام وارد بحث کارگردانی شما بشم، اشاره کرد اون یه گذشتیم راجبش، اما چیزهای دیگه هم قرار واقع بینانه بشه. ولی اینکه من بگم من میترسم 3 سال دیگه 2 سال دیگه 5 سال هرچی دل زده بشم، یعنی چی دل زده بشم؟ آدم جاشو عوض میکنه. کتابی که نوشته شد که قوقایی به پا کرد سالها قبل این بود که ما وارد قرن 21 که بشیم حداقل 7 بار کارمون رو عوض میکنیم. دنیا اینگونه داره تغییر میکنه. من خودم هرگز فکر نمی‌کردم یه دفعه بیام امریکا و مثلا 45 سال پشت سرم امریکا بودم. من 45 روزش هم نمی‌خواستم. مثلا با رشته تحصیلی که شروع کردم بعد یه چیز دیگه شد، بعد یه چیز دیگه شد، بعد اصلا یه کار دیگه شد. برای که واقعیت‌ها و شرایط و موقعیت به من تحمیل کرد که یه انتخاب دیگه بکن، یه راه دیگه برو، و این اصلا هیچ اشکالی نداره. مثل که برگردم بگم من فقط میخوام پشت فرمون بشم برم، ای به من بگید برو به چپ به راست، دوست ندارم. همچین چیزی نداریم عزیز. شما قراره یه ببینید استعدادتون کجاست، مهارت و تواناییتون در چیه، خیلی هم کار مشکلی نیست، حتی تستایی هم برای این هست، حالا در ایران هست یا نه، میشه به شما گفت گرایش شما به سمت موضوع فنی یا هنریه یا فرض کنید ادبیه یا مهندسیه یا ریاضیه یا پزشکیه، اینا رو میشه فهمید که استعداد و قابلیت و توانایی هایی دارم، بعدم باید راهش رو برم تا به نتیجهش برسم. مسئله شما الان اعلان کنید که همه حقوقتون رو میگیرید، من نگرانم میام که فردا یه نفرم سر کار نره. پس بنابراین که با دل زدگی و شور و شوق و هیجان، اونم برای بلند مدت، حال کوتاه مدت شاید راه نمیفتن عزیز. احتیاجه که ما رو به اینجا رسونده، نیازه. و بازم در همین دنیا که چنین واقعیت سخت و تلخی وجود داره، 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد مردم دنیا همین حد اقل ها هم ندارن. یعنی این از زندگی سخت و مشکلی. بنابراین شما در دنیایی که زندگی سخت و مشکله که نمیتونین از اینکه دل زده بشم، خوشحال باشم، خوشحال نباشم حرف بزنید. شما قرار یه سری کار رو بکنید که نیازهای شما رو برآورده کنه. درست مثل اینکه اگر شما الان متوجه بشید که یکی از اعضای خانوادتون مریضه، هزینه سنگین پزشکی داره و شما باید برید یک کار ساده اما روزی 16-18 ساعت بکنید به خاطر نجات خواهر و برادرتون، روزی 18 ساعت کار میکنید، در حالی که اگر اونا احتیاج داشته باشن با 8 ساعت کار کفایت میکنه.
ما تصمیم برای کار کردن و درس خوندن نگرفتیم عزیز. نیازی که ما داشتیم چه از نظر روانی چه از نظر اجتماعی چه از نظر فیزیکی مخصوصا ما رو وادار کرده به اینکه به دنبال کار باشیم. برابر این شما با توجه به این وضعیت به من بگید اگر فکر میکنید استعدادی در جهت طراحی دارید و میتونید در این زمینه موفق باشید، یه دلیل نداره نگران این باشید که 2 ماه دیگه یا 2 سال دیگه 12 سال دیگه نمیدونم چنین یا چنان میشه خورتش شد چون برای ما در دنیایی هستیم که همیشه باید به اطلاعات کم تصمیمهای بزرگ و مهم بگیریم. من میتونم یه چیز دیگه بگم؟ مرسی بابت توضیحات خوبتون. من خواستم ببینم آیا شک و بدبینی ممکنه از نشانه دو قطبی باشه، یعنی نشون دهنده دو قطبی بودن باشه؟ وقتی که شما تو حالت افسردگی هستید بله، شما اگر به 30 تا علامت افسردگی نگاه کنید شک، تردید، منفی بودن، ناامید بودن، اونا جز مشخصات دیپریشن و افسردگی. ما شما رو دوباره از دست دادیم؟ به نظر میرسه چنین. حالا شما با دوستتون هم مقداری کار بکنید، ولی شاید بهتر یه روانشناس پیدا کنید برای که این مسائل در مورد شما جدی است و به نظر میرسه که شاید یه کمی دارید دور خودتون رو همدیگه میچرخید و از این بابت اینقدر اظهار رضایت میکنید از آگاهی هاتون یا کار کردن رو خودتون، ولی من متاسفم که روی خط هستم و چاره ای ندارم. من خیلی موفقیتی برای دختر 32 ساله باهوشی که مثلا توی زمینه کار کرده که قرار بوده متوجه همه جوانه و اطرافش باشه خیلی آگاهی در جهت موضوعی روانی نمیبینم و بنابراین دوستتون با توجه به اینکه حتما خیلی خیلی خوبن، ولی شما یه روانشناس خانم پیدا کنید که بتونید باش گفتگو کنید که ببینیم به کجا میرسه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت